سرخط خبرها، میزبانی پاکستان از هیئت طالبان در اسلام آباد، پرداخت معاش بیش از 23,000 کارمند صحی افغانستان توسط سازمان ملل، در پایان گسترش جبهه مقاومت تا دروازه های شهر کابل. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. همزمان با برگزاری نشست در هند، پاکستان از هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه طالبان استقبال میکند. با گزارش اسپوتنیک، نمایندگان برخی کشورهای مهم منطقه امروز چهارشنبه 19 عقرب تای نشست در هند روی وضعیت افغانستان تبادل نظر میکنند. مقامهای پاکستانی گفتند که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان نیست به نشستی که قرار است فردا پنجشنبه برگزار شود دعوت شده است و شرکت وی را یک تحول مهم عنوان کرده است. در نشست دهلی جدید، مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان شرکت می کنند. هند از پاکستان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده بود، اما موعید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که در این نشست اشتراک نمی کند. این در حال است که برای اشتراک از طالبان در این نشست دعوت نشده، اما طالبان خواستار حضور در نشست های بعدی شدند. پیش از این وزیر خارجه پاکستان در سفرش به کابل گفته بود که دولت موقت طالبان آماده برداشتن گام های در رابطه با بهبود روابط دو کشور است که دولت پیشین افغانستان تمایل به آن نداشت. پرداخت معاشات بیش از 23,000 کارمند صحی افغانستان توسط سازمان ملل. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سازمان ملل متحد در ماه گذشته معاش ماهوار 23,500 دکتر و کارمندان صحی افغانستان را به طور مستقیم پرداخت کرده است. در این گزارش آمده که معاش این تعداد کارمندان صحی 8 میلیون دلار هزینه داشته و سازمان ملل با دور زدن طالبان از دسترسی به این پول آن را به کارمندان صحی پرداخته است. رویترز نوشته که سازمان ملل پس از تسلط طالبان بر کابل با مشکل انتقال پول نقد به افغانستان برای کمک به میلیون ها افغان روبرو بوده است. کانیویگان راجا، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل در این باره گفته است: ما در افغانستان نه تنها با فروپاشی خدمات سی روبرو هستیم، بلکه کل نظام مالی این کشور نیز در آستانه سقوط قرار گرفته است. او افزوده که پرداخت پول کارمندان صحی با بودجه مؤسسه گلوبال فن و با اجرای عملیات از سوی سازمان ملل محقق شده و ما ثابت کردیم این کار قابلیت اجرا دارد. وای در مورد جزئیات و نوع پرداخت نیز توضیح داده که این پول ابتدا به بانک بین المللی افغانستان ترزیق و سپس از طریق مؤسسات پولی افغان که به دلایل امنیتی اسامی آنها فاش نمی شود به کارمندان صحی پرداخت شده است. به نوشته رویترز، حقوق کارکنان صحی به حساب آنها در نزد بانک وارد شده و برخی از کارمندان در مناطق صعب العبور زندگی می کردند نیز حقوق خود را به صورت نقدی دریافت کردند. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در پایان خاطر نشان کرده که طی ماه‌های آینده حقوق کارکنان از طریق سیستم‌های رسمی بانکی افغانستان انجام خواهد شد و همچنین تأکید کرده که امیدوار است کشورها و سازمان‌های کمک کننده این اقدام را از نزدیک دنبال کرده و در آینده در این زمینه همکاری کنند. سازمان ملل در حال از پرداخت معاش کارکنان صحی خبر دادند که در چند روز گذشته صدها کارمند صحی در اعتراض به پرداخت نشدن معاششان هشدار دادند که اعتصاب کاری خواهند کرد. روز گذشته شفاخانه افغان ژاپن در کابل شاهد اعتراض دکتران و کارمندان صحی بود. گسترش جبهه مقاومت تا دروازه های شهر کابل. یک گروه جوانان کابل حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است. با گزارش اسپوتنیک، گروه جوانان در ولایت کابل در یک نوار ویدئویی در حمایت از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و استادگی در برابر طالبان سخن میگویند. این در حالی است که یک روز قبل نیز یک گروه دیگر جوانان حامیان مسعود در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کرد. این جوانان نیز در پیام ویدئویی که روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی افغانستان منتشر شد گفتند: ما از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت می‌کنیم.
و با خشونت، بی‌عدالتی و تروریسم طالبان و سایر گروه‌های تروریستی مبارزه خواهیم کرد. در این پیام ویدئویی همچنین گفته می‌شود ما تا زمانی که میهن و مردم خود را از چنگال تروریسم آزاد نکنیم به مبارزه ادامه خواهیم داد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در دره پنجشیر ایجاد شده و بر علیه طالبان می جنگد. این جبهه می گوید که برای آزادی، عدالت و دستیابی به حقوق اساسی تمام مردم افغانستان در برابر طالبان مقاومت می کند. تصاویر از فرمانده سیفی و امیری مقاومت ادامه دارد. منابع در ولایت پنجشیر تاکید دارند که مقاومت علیه طالبان در افغانستان هنوز ادامه دارد. به گزارش اسپوتنیک، یک منبع با فرستادن تصاویری از فرماندهان جبهه مقاومت یعنی حامد سیفی و خالد امیری تایید میکند که مقاومت در ولایت پنجشیر ادامه دارد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی رسمی جنبش طالبان، گفت آمریکا در صورتی که از جبهه مقاومت افغانستان به رهبری احمد مسعود حمایت کند، این کشور توافقات دوحه را نقض کرده است. مجاهد در گفتگو با شبکه یک تیوی نیوز افغانستان گفت که اگر آمریکا اقدام به حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان کند، توافقات منعقده در دوحه دیگر غیر معتبر خواهد بود و چنین توافقات کارایی نخواهد داشتند. نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر به رهبری احمد مسعود جبهه مقاومت ملی را سازماندهی کردند. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور سابق که خود را سرپرست دولت اعلام کرد، از جبهه مقاومت حمایت کرد. برکناری چندین نیروی طالبان در کندز از وظایفشان. کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای طالبان در ولایت کندز به فعالیت آغاز کرده است. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه‌ها، کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای طالبان در نخستین ماموریتش شماره از منصوبان نیروهای این گروه را که استفاده جو و فرصت طلب خوانده می شود از وظایفشان برکنار کرده است. متی الله روحانی، رئیس اطلاعات فرهنگ کندز، روز چهارشنبه 19 عقرب می گوید که این کمیسیون به منظور شناسایی و برکناری افراد استفاده جو، فرصت طلب، مردم آزار و سرکش از سوی رهبر حکومت سرپرست طالبان ایجاد شده است. با گفته روحانی، اعضای کمیسیون تصفیه صفوف طالبان متشکل از نمایندگان از وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی می باشد. رئیس اطلاعات فرهنگ کندز می افزاید که این کمیسیون در نخستین روزهای ماموریتش چندین تن را از ولسوالی های خان‌آباد و مرکز ولایت کندز شناسایی و سبکدوش کرده است. در همین حال شمار شهروندان کندز از این اقدام طالبان خرسند هستند و میگویند که بیش از این اعضای گروه طالبان به دلیل دشمنی های شخصی به نام های مختلف مردم را به قتل می رساندند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. شبتان خوش.